105 دانشجوی بین‌المللی دختر که همگی از منطقه خیبر پختونخوا پاکستان هستند در اسلام آباد تظاهرات کردند و از سازمان ملل متحد و دولت پاکستان خواستند تا با آنها کمک کنند تا تحصیلات در بخش طب معالجوی و طب دندان را در دانشگاه های خصوصی افغانستان ادامه دهند. سیاست طالبان برای ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه به این معنی است که آنها دیگر نمیتوانند ادامه تحصیل دهند. این زنان پاکستانی تحصیل در افغانستان را به دلیل سویه بهتر مدرک تحصیلی و هزینه تحصیلی کمتر انتخاب کردند، اما حالا به گفته آنها جایی برای رفتن ندارند. ما به دفتر سازمان ملل متحد در اسلام آباد مراجعه کردیم. ما از آنها خواستیم که برای ما بورسیه بگیرند. ما 105 دانش آموز هستیم. از آنها می خواهیم که فرصت ادامه تحصیل را برای ما فراهم سازند. بیش از 20 دانش آموز دختر که من میشناسم با افسردگی و اضطراب مواجه هستند. آنها در حال حاضر تحت تداوی قرار دارند. برای یک دانشجو مقابله با این شرایط بسیار سخت است. سید عرفان اشرف که در بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه پشاور در پاکستان کار میکند میگوید ایدئولوژی رادیکال طالبان در افغانستان بر برخی پاکستانی ها تاثیر گذاشته است. در افغانستان ما شاهد ممنوعیت تحصیل زنان و محدودیت در نحوه لباس پوشیدن آنها بوده ایم. این باعث ایجاد تغییرات در رفتار جوانان خودمان در پاکستان می شود. طالبان ادعا می کنند که ایالات متحده را شکست داده اند و آمادند که دیگر کافران را شکست دهند. بنابراین این یک تشویق ایدئولوژیک برای مردم پاکستان ایجاد کرده است. اسپوش میگول که در دانشگاه ننگرهار در جلال‌آباد تحصیل می کرد می گوید که تکمیل کردن تحصیلات و گرفتن مدرک طبش تنها آرزویش است. در 3 سال گذشته ما در افغانستان در رشته طب تحصیل می کردیم. ما سختی های زیادی را پشت سر گذاشتیم. هزینه دانشگاه خصوصی را پرداخت کردیم. اگر فرصت به ما داده نشود همه چیز به هدر خواهد رفت. ما دولت پاکستان و جهان می خواهیم که به ما کمک کنند و بورسیه های ویژه را برای ما فراهم سازند. طالبان تا کنون از گشایش مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه حرفی نزدند و ممنوعیت حضور زنان در پارک‌های عمومی، مکان‌های ورزشی و حمام‌های عمومی و حجاب اجباری را تحمیل کردند. همچنین زنان دیگر اجازه کار در سازمان‌های امدادرسانی را هم ندارند. کسانی که قوانین جدید را زیر پا می‌گذارند با مجازات‌های شدید عمومی یا هم مرگ مواجه می‌شوند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.